بسیار خوب. از قرار معلوم مثل اینکه کس دیگه غیر از شما نمیخواد در این مزایده شرکت بکنم. از اونجایی که مجوز شرکت حمل و نقل و مسافربری مجوز خیلی مهمی است، بنابراین رقابت شما فشرده میباشه. هر که مبلغ بیشتری بگه مجوز حمل و نقل مال اون میباشه، پول بیشتری نصیبش میباشه. بنابراین ما قیمت پایه را از 500 تومان میگیریم. اگر سوالی نیست مزایده را شروع میکنیم. بسیار خوب. قیمت پایه برای مجوز شرکت حمل و نقل 500 تومان، بالاتر نبید. من چی؟ یعنی من خریدارم. من زودتر با گفتم، من بیشتر خریدارم. نه بابا، مثل اینکه شما تا حالا از این کارا نکردی. آقا جان، اینجوری مزایده شکلی نیست. مزایده به این شکل که مثلا میگه آقا قیمت من هستم و مثلا سرجوخا میگه فلانی میگه قیمت پایه 500 تومن. خریدار کسی نبود. من میگم 550 تومن. او میگه من میگیرم 600 تومن مال من. من میگم 700 تومن مال من. اون میگه 800 تومن مال من. همینجوری هر که بالاتر میگه تا یک کم میاره میشه مال او. فهمیدی؟ خب پس دوباره شروع میکنیم. قیمت پایه مجوز حمل و نقل و مسافربری میشه 500 تومن، بالاتر نبید. 501 قرون، 502 قرون، 503 قرون، 504 قرون. یعنی خاک بر سر جفتتون بکنن. شما اسم خودتون رو گذاشتین خان. یک قرون میریم بالا. خجالت نمیکشین شما؟ خان برره این مثلا شما. شوخی کردیم یاور جون. حالا به دل نگیر، از سر شروع کن. راست بگو، شوخی با کردیم. خب ببینیم چند مرده حلاجی. قیمت پایه 500 تومن، بالاتر نبید. یاور جان 2500 تومن. 3000 تومن. 3500 تومن. 4000 تومن. 5000 تومن. اصلا بسخور 10000 تومن. سب کن ببینم، تو اصلا 10000 تومن پول داری که میگی 10000 تومن؟ من راست شوخی با کردم یاور جان. من سرجام 800 تومن پول دارم. بی خود شوخی کردی. مگه چه مسخره بازی هم وسط مزایده اونم توشان در میری؟ مگه من با تو شوخی دارم؟ خجالت بکش، از سن و سالت. چقدر پول داری اصلا تو؟ من 800 تومن. تو چقدر داری؟ من یه مقداری نقد داشتم یاور جان، یک مقداری هم از شاه شمشاد خانوم گرفتم، رو هم دیگه شده 1150 تومن. بیشتر که نداری؟ نه جانتو، نه اصلا. بیا اینم مجوز حمل و نقل مال تو. مزایده تمام میشه، بفرمایید بریم. خیلی ممنونه. باز که تو اینجا نشستی؟ خب مزایده تمام شد، بشن بفرما برو بیرون دیگه. یاور جان الهی قربونت برم، شیر فرهاد من الهی فداش بشم که نه حالشم خوب نبیدی با این پشت در ایستاده بید. یه مجوز آبرومندانه بده، من برم آبروم پیش بچه هم نبرم. خب مجوز چی میخوای؟ سبزی فروشی بدم بهت مجوزشم؟ سبزی فروشی آبرومندانه باشن، پول دارد. مجوز راهسازی بدم. یه چیزی بالاخره آبرو دارم. نونوایی خوبه مجوز نونوایی. بابا شوخی نبر کن، به هر حال یه چیزی بعد آبرومون نبره. پوله بده ببینم. آتبا قربونت برم. همه زمین مجوز راهسازی بفرما برو. راهسازی دست درد نبر کنم. لا قربونت برم. اهالی محترم برره، بدانید و آگاه باشید به مناسبت تأسیس باروری کیوانبار سردار، امشب همگی شام مهمون بنده هستید. توجه فرمایید، شرکت باروری کیوانبار سردار مجهز به سریع‌ترین و چابک‌ترین الاغ‌های برره بی و در اسرع زمان ممکنه بار شما رو به مقصد برسونه. توجه بکنید، بس بکن. برای بار کمتر از یک کیلو هم به هیچ وجه پول نمیگیره. اهالی محترم برره، تا زمانی که مهندس شیر فرهاد جاده بین برره تا شرره و شرره تا شهر رو درست نوکنه و چاله چوله ها رو پر نوکنه، هیچ باری سالم به مقصد نورسه. البته بعد از اینکه شیر فرهاد یعنی شرکت شیر جاده
جاده رو پر بکرد. سراخ سن باره بگرفت از آبرین و علاقایی که بار ببرن یک مبلغ ناچیزی بگیره. اضافه نکنم، این جالب اعلام بکنم، یعنی شرکت راهسازی شیر جاده سالار خان اعلام بکنم که از بچه های زیر یک سال پولی بابت رفتن و آمدن نمگیرم. و حالا اضافه بکنم که به مناسبت تأسیس شرکت راهسازی شیر فرهاد سالار، یعنی شیر جاده، نهار یعنی یا شام همه منظره سردار خان میدید. ببخشید خانم، من دو دقیقه نمیتونم پامو از دفتر روزنامه بذارم بیرون. این چه کاریه شما میکنی؟ دفتر رو گذاشتین رو سرتو. سر چی دارین دعوا میکنی؟ آقای کیانوش، آخه شما ببین این حرکتی بکنه، این داره از موقعیتش سوء استفاده بکنه. آقای کیانوش، این دروغ بگو، من سوء استفاده نبکولم. چرا بگو؟ خب این که میگه من سوء استفاده نبکولم. آقای اجازه بدید من بگم براتون. آقای کیانوش، بابای من دو ساعت پیش اومد اینجا و 20 تومن بعد گفتش که این تیر تا بزنیم بالای روزنامه. نه بابای منم پیش پای تو وای اومد اینجا، 20 تومن بعد گفت این تیتر منو بزنیم بالای روزنامه. حالا ما ببینیم چی کار کرده، برداشته تیتر بابای خودشو آقای سالار خان و زده بالای روزنامه اینجوری گنده، بعد تیتر بابای منو زده پشت روزنامه. آه خوبه کردم. ببینید حالا برداشته تیتر بابای خودشو زده بالای روزنامه، تیتر بابای بدبخت زده پشت روزنامه. درست نبینید آخه؟ شیر جاده ها نیاز به چند کارگر قلچماق سیغلکار برای هموار کردن جاده برره به شرره دارد. شرکت کیوونبار سردار الاغ‌های سالم، چابک و تیستک شما را با قیمت مناسب می‌خرد. آگهی گرفتین؟ بله. باریکالله، آفرین. فردا یک صفحه به روزنامه اضافه می‌کنیم به نام صفحه آگهی ها. سانت به سانت روزنامه ارزش پیدا میکنه. منتها چون سردار خان و سالار خان پول مساوی دادن، آگهیشون رو بغل هم با یک خط چاپ میکنیم. برره داره مدرن میشه. دیروز روزنامه، بعدش هم شرکت راهسازی و باربری، امروز آگهی، فردا خط آهن و قطار. آهن تهران بندر از برره عبور میکند. فردا بازرس راهن برای بررسی منطقه و رسم نقشه مسیر قطار به برره می آید. یاور کجاست؟ یاور رو ندیدی؟ چه بدون رفت تو برره سرکشی برد؟ یاور تو رو سلام سالار خان. خوبیدی؟ الاغ سنگینه، 100 من بار رو یهو تا شهر میبره میاره. عرض بکنم که یک باری داشته بیدم از نخود، خواستم بفرستم با همین الاغ سنگین شهر. حساب کن چقدر باشه؟ چیمون حساب کن ببین چقدر میشه. بار چند کیلو بی؟ 60-70 منی باشه. از قرار منی 2 تومن. سبا کو بینه 2 تومن. چرا 2 تومن؟ همه جا وگیرن 2 قرون، چرا تو 2 تومن وگیری؟ اینجا فرق میکنه سار، این الاغ سنگینه، کلی من خرج این الاغ کردم که داره بارد کرد، مثل برق میبره و میاره. ای بابا اصلا نخواستیم با همین الاغ سبک. بابا آه کی بود؟ حساب بکن الاغ سبک وخای، 3 تا الاغ وخاد، هر الاغ وشه 10 تومن. چی نگویی از خود حرف مفتر بکنی؟ حرف مفتر بکنن؟ بابا اصلا نخواستیم با همین الاغ سنگین و بر حساب بکنی چقدر بشه؟ ببین سالار جان، الاغ سبک یک دونش میکنه 35 تومن، دوتاش میکنه 70 تومن که کیوون گفت،
در زم ما کلی خرج این الاغا کردیم و هر خرجشون هم در بیاریم. خیلی خوب، خیلی خوب، اصلا نخواستیم با الاغ سباک حساب کنیم. همون 70 تومن. ای بابا، اصلا بابا نخواستیم با این سنگین چقدر نشه. خب، سنگین هر منی دو تومن بشه 10 بر، یکی صرف وزاریم بالا، یکی وزی تیم بر 5 تا. ای بابا جون در بیاد، بابا وشه 400 تومن دیگه و اگر کوفتت وشه. اه 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 برو برو خجالت هم نبکشم بشتری نمیدی برو. چرا جاده رو ببستی؟ مگه نوبینی ای حساب کتاب داره پول جاده رو وده به سلامت. پول جاده رو وده؟ ها این دیگه چه بی؟ ها مگه نوبینی کارگر داره جاده رو صاف بکنه، کارگر پول نبخواد؟ خب چرا پول بخواد؟ حالا وگوام چقدر ودی؟ بارت چقدر؟ بارم 70 من. الاغت سنگین بیده یا سبک؟ الاغم هم سنگین بیده. این میشد تو منی 5 قران ای که 10 بر 1 ای صفر وزیتی ای بر او ای 70 من ای که ای چقدر بشد؟ منی 5 قران حساب کنی این بر او بر او بر یا 35 تومن. 10 تومنم برای الاغ سنگینت بدی. دیگه 10 تومن واسه سنگینی الاغ واسه چی دیگه؟ ای الاغ سبک و الاغ سنگین ای جاده را هی خراب بکنه. الاغ سنگین 10 تومن بشه، با او 35 تومن بشه چقدر؟ 45 تومن. 45 تومن. بیا ویا این 40 تومن رو بگی نمیشه تخفیف بدی؟ 45 تومن. وایسا ویا دیگه تا پاس پول نبه گرفتم. ویا این سرگیوخه کدوم گوری رفته؟ چش دنبال شما برگرشته، یه تلگراف از مرکز بیمانه بخواسته به نشون بده. چه مرگتونه از اون موقعیان مرخ داری بر من اینجا خود میکنی؟ بیا برو تو ابله بردار بیار 2 ساعت سر دنبال یک بچه جام دنبال من میگردم. چه مرگتونه؟ تو چی میخوای از جون من؟ جناب طغرل بدبخ شدیم، این شیر فرهاد داره شوخی شوخی پوستمون قلفتی وکنه. تو چه مرگتا؟ قربون از صبح تا حالا 3 دفعه رفتم سر زمین برگشتم 6 دفعه از من پول نگرفته. چرا 6 تومن؟ هم رفتن حساب بکنه هم برگشتن. تو چی میخوای؟ نکنه تا اومده شیر فرهاد شکایت کنی؟ خیر قربون، بنده اومده بودم از شرکت باربری کیوون بار سردار شکایت بکنم. این چغندر مال همین براره هستا، اینو شما من ندیدم تا حالا. قربان کرایه 20 من نخود از قراری من 1 تومن وشه 40 تومن. برای چی که گفتم 20 من نخود میشه 40 تومن؟ کی گفته؟ از اون موقع به بعد کیوون حتی 50 تومن بگیرن. این ظلم نبید؟ چرا ظلم بیده؟ چیه؟ قربان خود رو گوره میدی تا حالا 2 ساعت ها؟ قربان تلگراف از مرکز اومده. بگو پولمون اومده. ای خوبه، ای خوبه، بارکالا. خب پاش بر گمشو بیرو گریم به نسی رو نمیرم. اجازه بده میگم کرایت یه من خود فکر دوتا من ساکت میخواد صحبت کنه. دیگه احتیاجی به شکایت ها نیستم، قراره که قطار بیاید تو برره. دیگه احتیاجی به کیوونبار و اون شمپت شیرفرهاد راهساز نیستم. هیچ احتیاجی بینا نیست تا چون قطار میاد. مفهوم شد؟ پاشو بمون بخواه داره بداد بیرون قطار میاد. بلاش میگم بلاش میگم بلاش میگم بلاش میگم بلاش میگم بلاش میگم سلام. سلام، دست پار اومدین. جایزه همین؟ آی نه، شیر فرهاد برای هر کی که روزی 10 مرتبه از این ایستگاه عوارضی رد بشه 5 تومن جایزه تعیین کرده. اون وقت برای هر دفعه که رد میشن چقدر میگیره؟ آی نه، آبر پیاده 5 تومن، الاغ بدون بار 10 تومن، گاو و گوساله 15 تومن، الاغ سنگینم 20 تومن. عجب آدمیه این شیر فرهاد، یعنی 10 دفعه که رد بشن 50 تومن میگیره، اون وقت 5 تومن میخواد جایزه بده. خیلی نه ببینیم متن آگهیشو باید اینجوری تغییر بدیم. می‌نویسیم
جوایز ارزنده شرکت راهسازی شیرجاده سالار 10 پار عبور کنید 5 تومان جایزه بگیرید. خوبه؟ شما چک کردین؟ آه بله بله بفرمایید اینم. بله. درشکه های سه اسبه تک صندلی با ظرفیت 10 نفر در شرکت باربری کیوانبار سردار واقعیت داریم؟ بله بله از هفته دیگه اولین درشکه سه اسبه تک صندلی وارد برده بشه. جالبه اینو چاپش میکنیم. بله بسیار خوب. یعنیش بله سلام علیکم. بیا تلگراف رسیده بخور خبر داغ رسیده. قطار؟ واقعیت داره؟ بله نفسجی بازرس ویژه را هم فردا قراره برای بررسی منطقه و نقشه کشی تشریف فرما بشه در براره. پس حتما باید استقبال گرمی از ایشو بکنیم. حتما. بله دوستان ببخشید با اجازه شما یا ورجان ما اینجا جمع شدیم برای استقبال از رئیس شرکت خط آهن. میخوایم کمیته استقبال تشکیل بدیم. اگر خط آهن به برره بیاد در واقع برره یا یک شبه راه 100 ساله رفتن. خیلی مزایا داره. کالا میاد، کالاهای جدید و مدرن میاد. یاور جان شما بگید. مواد میآید، اسلحه میآید. خیلی خوبه. بله، همینی که میگن. و به هر حال ببینید اگر که در واقع خط آهن بیاد به برره، احتمال اینکه برره تبدیل به بخش بشه خیلی زیاده. عرض کردم قبلا خیلی مزایا داره. درسته یاور؟ بله، همینجوری است که شما میگید. کیانوش جان نباید این فرصت از دست بدین. حواستون باشه که خیلی خوبه. خیلی خوبه. بله دقیقاً هم همینطوره. به خاطر همین ما در این کمیته استقبال باید یه سری در واقع چیزها رو منظور کنیم. به شما بگو جان یه شعر میگید برای اون روز که مضامین قطار پیشرفت ترقی خط آهن توش باشه. بلدین؟ بله. در بکنم. نه جان نمیگم. بله اگه میتونین الان. بله ما مرده شور بیدیم هر جیر وقت وحش شیریم. خوب بید آکه برو سرت با این شعره. بله خب نه الان جا نیفتادن نمیدونن که چطوریه. بسیار خب مریشک شما باید هماهنگ با در واقع شریک بگور میگه یک سری حرکات از خودت به نمایش بگذاری که مثلا چی میگن بهش نماهنگ. همین نماهنگ یه سری حرکاتی که هماهنگ باشه با شعر ایشون. میتونین شما با قطار باشه. نگاه در بکن نگاه. بسن خاک برو سرت بکنن. تو آخرش سوسک میشی. همش از سوسک در میارم. اینه باید بذارو جلو همه قطار که قطار از روش رد بشن. ببینم اینجا کسی نیست که تا حالا قطار دیده باشه بدون چطوری حرکت میکنه چه صدایی داره. چرا هستا سرجو خواه. بله قربان. برو مگه اولاق سواری سوکلوک میدی؟ زغالشو بیشتر کن. زغال فداکار بپا. آخوی وایسا. بسیار خوب. بسیار خوب. و اما دوستان اونه رو برشو آوردی بر پشتی کچ آوردی. شما باید همراه با شعر بگور یه سری حرکات موزون برای اون روز طراحی کنی که بچه ها انجام بدن. حالا دیگه خودت میدونی. ها من خودم همینجا الان بهشون یاد بدم. دوتا ای و دوتا ای و خب یاد و گرفتی سمت راست. حالا بیا. ها ها حالا خنده در بکن. اقوام کیمون ما چیه اینا از خودشون وزوز این زنبور در بکنن؟ نه بدالام سالار خان فقط شنیده بودم قرار یک قطار بیاد از برره رد بشه. آها آها پس قطار نبمونه تو برره رد بشه. رد بشه. اقوام سردار این قضیه یارو قطاره چی بوده که قرار رد بشه؟ والا هر کسی یک چیزی میگه سالار خان. فقط من شنیدم که قراره بیاد یه سرکشی بکنه تو برره و بره. قربانت بشم آنو چی قراره بیاد بازرسی بکنه؟ بازرسی که قراره بیاد رد بشه. پس قضیه یه قطار چیه؟ آه قضیه قطار خب بازرس با قطار باید رد بشه دیگه. آه پس اسم الاغش قطار بیده. نه یه الاغ نبیده به قطار چسبیده بیده. چند تا الاغ بیدن به قطار چسبیده بیدن. به حق چیزای شنیده و ندیده. وگوان که از گوشای قطار بخار با همچی با فشار وزنه بیرون. نگاه کن یک مش انسان های سرپلنگ نافه این حرکات موزن آخه درست انجام بده. بوفالو درست انجام بده. برچه دست دهین اره این ور میکنی؟ چشه
و حرکات موضوعی نه خدای نکرده. درست انجام بده. بگیری. جانم. بخون شعرت ببینم. الان بخونم. قطار قطار ویومد، قطار چه خوب ویومد، قطار مفید بیده، قطار چه خوب بیده، خوبید؟ یعنی خاک بر اون سر بازنجان دلمت بکنن. یک امشهر در پیت گفتی، نون مفت خوردی، پرتت فقط گنده کردی بر من. بیشتر باید کار بکنی، کاملتر، بهتر. چشم. ولی جک، از آقا قطار در بیار ببینم. نمیفهمه، این هر غلط رو میکنه باید ازای سوس کن توش در بیارم. خب چیل هست، درست ازای قطار در بیار. نمیفهمه، باز سوس شد. میام همین چوبه میکنم تو دماغه، درست انجام بده. حرکات موضوع برم ببینم. یک از یک ابلهتر و نفرتر، نمیفهمه چجوری. مرغ از شما بهتر حرکات و موزین انجام میدم. کجای این کیانوشی گروهی که بر من ترتیب دادم؟ درست انجام بدید. آه ایجو بکو آوه یا اینطوری بگو همین که این کلاه من بید بزشی سرت ها؟ خودت کادو ودادی. من که کادو ودادم از خوش هر در وکنه؟ اینجا رو بخون، اینجا رو بخون. واگن‌های باربری قطار با ظرفیت صدها تنبار تحول شنگرفی در امر باربری ایجاد نموده است. با عبور راهن از براره و احداث ایستگاه راهن اهالی براره و توانند بار نخود خود را با قیمت نازل و ناچیز به شهر و نقاط دیگر برسانه. چقدر جالبی سردار خان. کجاش خانم جون جالب بود؟ اصلا هم جالب نبود. شما میتونی اگر قطار بیاد از برره رد بشه دیگه کسی بار نخودشو به ما نمیده که خانم، که اون وقت ما کرتی و سرکیسشون کنیم. میرم کیوون جان، فکر رد کردم کار سکه و شده. آخه با مردن شما کار درست نشده بید. بگویم بیایم قطار رو منفجر بکنیم. مگه قطار اولاغ بیده که بخوای منفجرش بکنی؟ قطار قول آهنی بیده، یه پارچه آهنی، بعدش همین تورول این شیر وایساده بید پشت قطار. ها من بگو یعنی بگو که خوشم حساب نبکنه. نه چی بگو، از صبح که وفر مینه قرار قطار وید و همینجوری از صبح یه اتار بخنده باز خوشم بخنده باز خوشم بودشه همینجور. این پیشنهاد خیلی جالبی بود. برشان چی جالبی؟ باز باز خود حرف دارم. بابا این طغرل این قطار از موابواش هم بیشتر دوست داشته بیده. حالا باز باز خود حرف دارم. اصلا من بگو هم طغرل رو دعوت بکنیم خونه، ازش پذیرایی بکنیم، بعد باش خوشگی حساب بکنیم. این فکر خوبیه. من میگم اصلا یه کاری بگویم قطار اصلا برره رد نشه. فقط برره رو دور بزنه. بابا طغرل نوزاره. چرا نفهمی؟ کلاتم برره بزن برره. حالا چه باید تغرال بفهمه از این موضوع؟ نه بفهمه خوب. لا قربونت برم بابا، حالا قصه نه بخور، یه فکری باید کنیم دیگه. ای بابا میرم و تازه کارو کاسبید سکه ورفته بی. نه قصه نه بخور شیر فرهاد، وزار این قطار بیاد اینقدر با سنگ وزنیمش که دومش و وزار رو کولش ورد. چی بگویی دختر؟ تو اصلا تو عمرت قطار ودیدی؟ حرف مفت در بکنن، میگن از گوشش بخار با فشار همگی فش در بکنن. بگو هم موها نوشه این قطار رو خوش که حساب کرد باش. با قطار که آدم نبید موها. وگو هم میخوای یک کاری بکنیم باز سپش اون قشم برم. نوشه تغرل پشت این ماجرا وایساده. نه نوشه دیم باز رسه بکشیم. بازی حرف است. وگو هم تغرل نوزاره، تغرل بچگی عاشق قطار بیده نوزاره. وگو هم موها نمیشه با بازرس خوشک حساب کنی. هی وگو هم خب که چی بشه؟ خب چه بدونم، بالاخره از این وضع که بهتر بید. اگه یه کاری و کند خوب باشه. اگه وزارمت جلوی ای قطار از ای مانه ها وزارم، هر دفعه که قطار رد بشد من پول بگیرم ای خوب باشه. حالا بگو همه، حالا این بازرسه که قراره ویاد خبر مردش فردا ده صبح. همه چی مرتبه. چیه گذاشتی رو سر تو؟ این هدیه زوری بی. چیه؟ کلاه من بی به زور برداشته. بله خب بسه، حالا گوشاتون رو خوب باز کنه ببینیم من چی میگم.
وقتی که بادرس آمد نبینم که همه آمده بهش میگن سلام سلام. کسی حق نداره بهش سلام بکنه یا بیاد جلو باش دست بده. وای میسین که مراسم تمام بشه. مراسم استقبالم که تمام شد یک متنی من آماده کردم که میگم آقای استقرارزاده بخونه. بعدش من میرم جلو باش دست میدم و صحبت میکنم. بعد همه بزرگان میان دونه دونه باش دست میدن و سلام میکنن. مفهوم شد؟ بله. سرجو خواه قربان تشریف آوردن تشریف آوردن بسیار خوب خبر دار بس چی شد سرجو خواه من خودم دیدم داشتم میمدن مطمئنی خودش بوده سراب ندیدی آره کت شلوار سفید پوشیده بود داشت و منم لبخند میزد این طفلکی سراب و دیده های از منم بدتر بید با چت میگم به من لبخند زدم مثل اینکه یه خورده ناخوش هستن دکتر شما یه معاینه بکنین ایشونو وگو قطار وی اومد قطار به کار وی اومد قطار مفید بیده قطار چه خوب بیده خوبی؟ ورو این مراسم استقبال بیده آگوش این مراسم استقبال بیده یه درخواستی از شما داشتیم چیه؟ بگو میخواستیم اگر وشه جلوی راه قطار یه ایستگاه عوارضی ما بزنم چقدر وشه؟ گوش بگیر بگو چقدر وشه؟ اینه 5000 وعده با جون و دل وعده جناب یاور وگو هم شاید پشیمون شده باشه نه چی ره پشیمون شده نه خودش با من تلگراف زده که امیر راهن میاد اینجا خواه حداقل بزار بریم یه چیزی مخبریم ببند حلقتا کارت بخوره با اون شکمت اومد اون زمانی که تو رفتی یک چیزی کوفت و زهرمار بکنی بلومونی هم موقع بازرس بیاد بچه خاکی به سارمون بریزی خبردار وگو هم دقت بکردی این شیر فرهاد و سالار تو جمعیت نبیدن ها نه ایمده بودن؟ نه غلط نبکنم اینا وخان بازدست خوافون بکنه حالا از من وش نبید اما موقعی که سرجوقه فریاد وزد من به شستم خبر و دادم که یه اتفاقی ویفته بعدم نمیگی به نظر من باید پس قاپونشون کنی چه خبره اونجا چه خبره پش پش را انداختی دوباره چی یاور جا شده همه اومده ایم کلاه من نبید بسه گفت بزاشی سره اینجور که من شنیده بیدم این خرش خوب بره میخوای یه کاری بکنم تو راننده قطار بشی وگو هم بابا اون ای گران حساب بکنه حالا مزی دهنش وزنیم چی بی تو گوش بگیر ببی چی وگو هم بابا بیرون برف بو اگه غلط نبکنم پس خوابوندنش پس خواب قطار قطار وی اومد قطار چه خوب وی اومد قطار مفید بیده قطار چه خوب بیده خوب بید برکنه برکنه اینک حرکات موضوع حرکات موضوع اوچ 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 تمام باشو اجازه بدیم
من برم. آه نه بده چی بده از این مراسم استقبالید بازرس جان. نه بده ما مثل شما خشک وگیریم. خب بریم سر اصل مطلب. شما از اهالی برره هستین؟ بله. ای بازرس، ای کلا شاپکو، ای همفری بوگارد، تفلک از مراسم ما دست خودش ترس در کرده. من نترسیدم، من این مراسم خونه آقای شیرفرهادم دیده بودم. حالا شد شما چی از من میخواد؟ آقا اون نقشه رو کیمون بده خدمت شون. ما از شما بخواییم که راهن از برره رد نبشه. یعنی منظورتون اینه که برره رو دور بزنه؟ درست فکر کردی. خب چند میشه؟ اینجوری اگه بخوام حساب کنیم 5000 تومن. خب 5000 پولا رو بکن. پولا رو بدهیم بده جان نسان. بفرمایید. بذارید رو. همش هم زاویه داشته بگو. همش. بفرمایید. این خدمت شما. بفرمایید. مال شما پول بده. پول واسه چی؟ یه کمیشه پول زور بده. یاور گوشتم بله اون کن بریم دیگر. راست مگوه بازی دوتا بوفالو زبان گشودن. حالا از اون کل مدغوب بگه 4 کیلو کم بشه نمیمیری. توغرل جون جون مادرت بله اون کن بریم دنبال کار زندگیمون. شاید این بازی سرسن نویومه. توغرل ما 2-3 روز اینجا اسیر بشدیم، بذاریم بریم کار سر کار زندگیمون. ما کار بداریم ده آخه کتکله های شون پیت خلموت. من بخاطر خودم اینجا وایسادم. من اینجا وایسادم بم که راهن از این کنار این خراب شده رد بشه، اینجا آباد بشه، شما هم آدم بشید. تشریف آوردن، تشریف آوردن. پاش 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 خبر دار. پاش پاش ببخشید وسط عروسی مزاحم رفتم. شما گوسفند منو ندیده بیدید؟ 2 روز گم شده بید. پشماش قهوه‌ای بیده، وسط پیشانیش هم یه گردالی بید. ندیده بیدید؟ ندیده بیدید؟ ها؟